اینجا در استودیو همراه هستیم با همکارم مرتزا کازمیان آقای کازمیان هم دیروز هم امروز پیام هایی رو نرگس محمدی از داخل زندان خواسته بود که قرائت بشه توسط دخترشون قرائت شد به نظر شما چه نکاتی داشت این دو پیام؟ ای من ابتدا به دو نکته اشاره کنم اینکه این جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی داده شده اما یک جایزه فردی نیست نرگس محمدی یک زندانی سیاسی یک فعال حقوق بشر که زندانی شده یک فعال حقوق بشر که در کنار بهاییانی که هدف سرکوب قرار گرفتن زندانی شدند در کنار هایی که سرکوب شدند در کنار جامعه دراویش ایران که سرکوب شدند اهل سنت و گروه‌های مختلف اجتماعی و روزنامه‌نگاران در کنار اینها بوده، از حقوق اونها دفاع کرده و الان هم زندانی است یک چنین فردی به تعبیر نماد تضییع حقوق گروه های مختلف اجتماعی در کشور و به ویژه زنان کسی که خودش هجاب از سر برداشته حامی حقوق زنان و دختران ایرانیه و زندانی است به مسابه یک زن حالا این بعد از جنبش زن زندگی آزادی برنده جایزه نوبل صلح میشه این اهمیت داره که جایزه به فرد داده شده اما یک جایزه فردی نیست و مهمتر این که این جایزه در دوران پسا خیزش زن زندگی آزادی بهش اهدا شده در شرایطی که جمهوری اسلامی تاکید داره که همه چیز در کنترل سرکوب کرده به بسیاری رو گرفته هدف خشونت قرار داده آخرین نمونه توماج ساله‌ای بعد از یک سال زندان چند روز آزاد شد دوباره بازداشت شد در یک چنین شرایطی نرگس جایزه رو گرفته و پیامی که نرگس داد هم دیروز هم امروز نکته های قابل توجهی داشت داله بر اینکه یک این عنوان نماد این جایزه رو داره دریافت میکنه نکته بعدی قابل توجه اینکه نرگس محمدی تاکید میکنه بر عبور از جمهوری اسلامی گذار از جمهوری اسلامی چرا چون به تعبیر او یک حکومتی است که تبلور تبعیزه تبعیز جنسیتی، تبعیز دینی، تبعیز قومی انواع تبعیضها با جمهوری اسلامی گره خوردم و به این معنی چاره نیست برای گذار از جمهوری اسلامی اون نکته که در پیامش با قابل توجه تاکیدش بر جنبش های اعتراضی، جنبش های خشونت پریز نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی مردم ایران هستش و اینکه این راه اجتناب ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی و البته تأکیدی که میکنه بر اینکه جهان فقط نباید نظارگر تحولات داخل ایران باشه و نباید جمهوری اسلامی رو نماینده مردم ایران بدونه این جمهوری اسلامی این حاکمیت سیاسی نماینده مردم ایران نیست برآمده از خواست اکثریت مردم ایران نیست در یک چنین شرایطی خب به این رو هم به من اشاره کنم که این جایزه و این اتفاقی که داره میفته هیچ کس انتظار نداره یک تغییر یک شبه در ایران ایجاد کنه یک دگرگونی کلان ایجاد کنه اما با اطمینان میشه گفت این جایزه این اتفاق یک خون جدیدی است در رگ‌های جنبش اعتراضی در ایران شورانگیزی میکنه اونچنان که نرگس محمدی گفته نه فقط برای خود نرگس که در زندان ایستادگی کنه و مواضعش رو با صدای بلندتری بگه چون حالا دیگه شده برنده نوبل صلح و یک زندانی سیاسی معمولی نیست بلکه یک شور جدیدی برای جامعه معترض در ایران که زیر سرکوب قرار گرفتن و حالا فقط نرگس نیست که صحبت می‌کنه از دیروز و امروز حالا نرگس محمدی که سالها تازی حقوقشون رو تحمل کردن اونها هم شدن یک بلنگوهای جدیدی نه فقط برای مادرشون نه فقط برای زنان و جامعه ایران بلکه حتی برای نسل جدید ایران برای نوجوانان و جوانان ایرانی و به این معنا به تعبیری یک موج جدیدی از اعتراض رو گفت با امیدواری میشه انتظار داشت به خاطر همین شورانگیزی ناشی است نوبل صلح چه در مورد نرگس چه در مورد حامیان و برحال علاقه مندان به عبور از جمهوری اسلامی سپاس گذارم از شما مرتزا کازمیان هم کنم اینجا در استودیو همراه ما